بسم الله الرحمن الرحیم. امروز درس ما ادامه موضوعات یوزر اکاونت است. ما از 6 طریق میتونیم یوزر ایجاد کنیم یا از 7 طریق. خود دو سه طریقش سیم است، اما از طریق های مختلفه که ما از صفحه داستم و طریقه میاریم و غیره. ما قبلا در درس گذشته طریقه اولش از طریقه یوزر اکاونت است که ما تانستیم یک یوزر ایجاد کنیم. از طریق کریت نیو اکاونت. طریقه دوم که قبلا خوانده بودیم در درس، منیج. لوکال یوزرز، بالا یوزرز رایت کلیک، نیو یوزر. البته خود یوزرز به خاطر است ما از چند طریق مختلف به خاطر خوانیم که خود منیج یعنی در سرورا یوزر اکاونت کنترل پنل نیست. از او خاطر که ما چند طریق را می خوانیم کاربردهاش می رخم فرق میکنه دیگه تو. و طریقه سیوم از طریق صفحه داس سی ام بی به نام نت یوزر احمد سلاش اد یوزر ما شما خواندیم. حالا طریقه چهارمش می خوانیم. فقط موضوعات هم صرف طریقه ها فرق میکنه. تو هدف ما معین است است که ما از کدام یعنی مشخصا یوزر که جور میکنیم یک یوزر است. صرف همو جای مختلفش هم میتونیم ایجاد کنیم. میاییم از طریق اگر در صورته که ما بعدا پالیسی ها رو میخوانیم اینجا منج نمی باشه، منج مثلا نمی باشه، میشه بالا یکی سیستما اینجا یک شرطی قرار میگیره که ما از طریق پالیسی هایی رو ما پنهان میکنیم یا در سیستم نباید استفاده شود. این حالا وقتی در منج بیاییم از منج ها ما نمیتونیم که نیمی موضوع را انجام بتیم. از طریق لوکال یوزر سن گروپس ما یک یوزر جور کنیم و در ضمن یوزر اکاونت هم نیست. فکر کنین زمین خود ویندوز ما سرور هستن. وقتی که یام نمی باشه از کجا میتونین عمل انجام بتین؟ در هم نمیتونین نشته میکنین MMC و بعد از آن انتر. فقط حالا منظوری است که ما خود کمپیوتر منیجمنت از این طریق ما میتونیم مجاب دوباره ظاهر بسازیم در صورت که نباشه. میایین در قسمت فایل add remove snapping و بعد از این اینجا براش میگیم add کو اینجا داریم با نام کمپیوتر منیجمنت. پس منظوری است در صورت که نباشه MMC یعنی میشه چندین طریقه ها که وقتی که غیر فعال میباشه شما اگر او را فعال بسازین میشه سر چند کلاینت فعال شود. کلاینت ها دیجا سالایت ندارن داره باشه. شما میتونیم نقطا کارتون از این طریق ها پیش برین. این فقط طریق های مختلف است. من هدف مبین است کنم یک یوزر جور کردن است. عدش میکنین بعد از او برش میگین فنش. اینجا میگین لوکال کامپیوتر لوکال یک سیستم هم میگین دمی سیستم. بعد میگین فنش کلوز. وقتی که دیجا ظاهر شد ایران برش میگین اوکی. امو کامپیوتر منجمنت یک در مای کامپیوتر منج بود اینجا همچنان برای ما چی شد؟ ظاهر شد لوکال یوزرسن گروپ. در صورت که در مای کامپیوتر رایت کلک منج اگر نباشه این طریقه دیگه است که شما میتونین استفاده کنین. امو یوزر که ما در منج خوانده بودیم امو یوزر هستن. طریقه دیگه که ما بخواییم این اول انجام بتیم از طریق خود رن میتونین نشته کنین net user space میگیم یک یوزر به نام افغان سلاش عدشون. بعد از آن اوکی. فکر کنم بعد از نام یوزر اسپیس نگفتیم. ران نت یوزر یوزر به نام استودنت اسپیس سلاش اد. وقتی که ما بیایم در قسمت مای کامپیوتر منیج لوکال یوزرز یوزرز یوزر به نام چی جور شد؟ اینجا هم استودنت جور شد و همچنان در اینجا به نام استودنت ایجاد شد. اونمو عملی که از طریق البته با صورت یک صفحه داست نباشه مستقیم از خود رن عملا میتونین انجام بدین. دیگه تعویض یوزر هم همون یوزر است. کدام یوزر مستقیم ایجاد شد؟ لیمیتد. و بخواین که پس به میشه کلمی یوزر استودنت دلیت کنین این خطابی است که ازش میتونین رایت کلک دلیت و در ضمن از طریق رن هم میتونین برش بگوین net user user student space slash del بعد از او انتر. پس یوزر ما کلیر شد و دلیت شد.
عمل بعدی ما خب فعلا در قسمت منیجمنت ایم. ببینیم چقدر یوزر داریم. فعلا یوزر سورین دلیت شده. ما به نام پی سی 1 2 3 4 5 یوزر نداریم. حالا ما میخواهیم که یوزر جور کنیم همزمان 100 یوزر یا 200 یوزر را در یک ثانیه جور کنیم و دوباره در یک ثانیه. این چرا یه عمل انجام بدیم؟ به خاطر یک دفعه ما میخواهیم یک سرور از 200 سیستم از زیر 200 قرار بدیم. نال نیاز به این نیست که ما یک یوزر رو رد کنیم برای به خاطر 200 و 300 یوزر. ما میخواهیم این عمل یک بار تنظیم شود. میایم در قسمت All Program Accessories Notepad و بعد از این خب در صفحه Notepad نشته میکنین Net User Space. میگیم یوزر جور که هر نام رک میتین. فعلا بخاطره که در اکثرا در دفاتر یا پی سی 1 پی سی 2 پی سی 3 به این خاطر که معین شوه میشه که دو یوزر احمد باشه باز کنفلکشن میدنند پر که از اون خاطر میگیم یوزر پی سی 1 اسپیس سلاش هات یک یوزر ایره کنترول سی کپی پیس 2 3 4 5 6 7 8 9 10 یوزر و همی رقم پیسش میکنین. اما نامش چی میکنین؟ تغییر میدین. ایره 2 میسازین 3 4 8 9 و 10. بعد از اینکه عمل انجام شده ایره میزنین باز کپی پیس 20 یوزر. میاین در قسمت فایل و بعد از اون میگیم سیوش کن در دسکتاپ یا در هر جایی که میخواین سیف شوه. میگیم add users dot bat bat یعنی batch file. نام که هر طرف در طرف قبل از قسمت dot میتین انی نیم هر نام که بتین امید dot bat از این عمل براتون انجام میتن. بعد هم ایره سیف میکنین و ایره کلوز به این شکل فیلن چی شده add شد. و فعلا اگر ما بیم کدام یوزر در اینجا غیر از یوزر مشخص خود ما نداریم بخواهیم که یوزر ایجاد شود یک بار ست شده فقط بالایش مستقیم هم دبل کلیک یوزر اول دو سه با می شکل اوتومات یوزر ایجاد شده. وقتی که ما بیم در قسمت مای کامپیوتر منیج بعد از این لوکال یوزرز یوزرز یوزر پی سی 1 یوزرهای ما ایجاد شد و همچنان در اینجا یوزر ست شد. اکثرا در سرورها زک باز به خاطر دیگه یوزرها تطبیق میشه. و همچنان اگر ما بخوایم که دوباره این یوزر از اون طریق در عین زمان دوباره کلش دلیت شوه میایم در قسمت Start Run Notepad باز همون شکل که ما در صفحه داست Net User Space PC1 space slash DEL بازی را کپی ده یوزر است بعدا باز میایم امید ده یوزر را سیف میکنیم در دسکتاپ دلیت users dot bat ایرام سیف میکنیم لوس. این حالا پس بخواهیم که همین یوزرهایی که در اینجا فعلا قرار داره کلش در مجموع دلیت شوه در این قسمت فقط بالای دلیت users دبل کلیک یوزرها در مجموع پس چی شد کلش دلیت شد. فعلا نه در قسمت از یوزرز و همچنان در قسمت منیج
local users and users اینجا یوزرهای ما دلیل شد. نال سهولت شمی است که یک بار منظوری است که عمل تطبیق شد که ما او را نشته کردیم. دیگر دفعه ضرورت نیست. هر بار میخواست یاد شد بالای امی اد یوزرز باز دبل کلک کرده اتومات عمل تطبیق است. او برای تایمی زوجه است. و میخواستی که پس دوباره کلیر شد و پس این یوزر ما ایجاد شد. local users users بخواهید دوباره پس دلیت میشه یوزرهای ماینک به دفتر اصلا صد یوزر ایجاد شکل پس دوباره بالای دلیت یوزرز کلیک میکنیم اتومات یوزرها از بین میرن. اگر ما بخواهیم یوزرها همراه با پسورد ایجاد شوه همون شکل میاییم در قسمت نوت پد net user میگیم یوزر به نام pc1 space double quotation پسوردش باشه double quotation space/@ میتونین واسه پسوردهایشان را چنجام کنین و اگر یک چیزان باشه مطرح نیست. اگر پسورد در یکی را چنج میکنین همچنان میتونین و در زم اگر بخواین از کل یوزر ها پسوردش سیم باشه رای حل ازی باز چی هسته سیم خاکسپ میشه ایره باز حال برتون توضیحات میتون نام یوزر شاید تغییر میتین بعدا من اینجا باز برش میگین سیو یوزر اد یوزرز ویت پاسورد دات بی ای تی سیو کلوز ایره که مواد کنیم امرو با چی حد میشن با پاسورد فعلا بالاش دبل کلک میکنین پاسورد های کلش یک چیز هست 123 اگر ما بیم در کنترول پانل یوزر اکاونتز یوزرهای PC1, PC2 تا PC9 و همچنان PC ده دقیق قسمت هست زپان نشینش هست پاسورد پروتکتد یعنی چی داره؟ پاسورد هم خود داره اگر ما به این فعلا در قسمت بالای هر یکیش کلک کنین از پیشون چی پرسان میکنن؟ پاسورد هنال منظوری پاسورد چی هسته در بخش آیدی؟ اکثرا این پاسورد وقت اکست میشه باز شما به این در منج هر یوزر را چک میکنین رایت کلک پراپرتیز اینجا ما داریم یوزر مست چنج پاسورد ات نیکس لاغن ایره چرا چک میکنین سک فیلن ما بالای پی سی وانی عمل انجام دادیم یعنی به این مانا ارگا یوزر که داخل خود سیستم خود میشه باز برش مسیج بده که پاسورد تا چنج کو حالا مقتی ما برش پاسورد دادیم باز وا باید از هر یکی بدل خود یعنی به انتخاب خود پاسورد بتن یا آپشن چک میکنین وقتی که یوزر داخل یوزر فیلن وقت یوزر ادمین هستن وقتی که ما مستقیم هم یا یوزر یک بنام باید در PC1 کار کنه وقتی که مستقیم بالای یوزر خود می کلک میکنه اولا اون پسورد یک دوسری رو میده برش مسیج میده ما شما ایره خوانده بودیم برش مسیج میده باز میگه پسورد تا چنج کو بخاطر ما یا اپشن چک میکنیم که اونا اگر میشه سرش قید بند باشه پالیسی اساین باشه که وا پسورد اساین کرده نتونه سر خود تطبیق کرده نتونه باز ما اجازه میدیم برشان پسوردهای خود بدل خود بسازن از اون خاطر سر هر یوزر رایت کلک یا اپشن چک میکنین کجا برش میایه میگم پسورد جدید تبتی خود یوزر بعد پیش میخواید و بخواین دوباره یوزرام را با پسورد دلیت شوه از طریق صفحه نوت پد net user space pc1 space مگرم باز برش چیز نمیتین پسوردش نمیتین /del یعنی به این معنا او یوزر یک پسورد داره یا نداره از یک کد دلیت میشه حالا اگر اونچون از یوزر ما بنا به یک نام است اگر این دلیت یوزر که پیشتر ما عمل انجام دادیم کلیک کنم او را دلیت میکنم وقتی که بم یک نام است این حال پس نیاز به قسمت چیزش نیست سلیکت پسوردش نمیتین کنترل سی
تکتیبش میکنیم. delete users with password dot bat. ایرام سیف میکنیم و بعدا کلوس. این نال پس بخواییم امرو با پسورد دلیت شد، فقط بالای سی دبل کلک میکنیم امرو با پسورد دلیت شد. اگر به این قسمت کنترل پانل در اینجا همچنان یوزرهای ما از بین رفت. ای بود ایجاد کردن پسورد، ای کاربردش بیشتر در بخشای آیتی است. نال پس ما در مجموع یوزرهایی که از طریق رن و از طریق صفحه نوتپد ایجاد میکنیم استاندارد چی میباشه یا لیمیتد. باز ما بخواهیم که یار ادمنستریتور بسازیم، او موضوعات گروپ است. او را خز یوزر اکاونت خوانده بودیم که ما شما برش کنترل میدادیم یا لیمیتد باشه یا مثلا فول کنترل که او ادمنستریتور است. اما از طریق منیج و صفحه داس و صفحه نوتپد که جور میشه او کنترل ما شما از اینجا برش میدیم. فعلا اگر ما بیایم در قسمت پراپرتیز، ما ادمین هستم چون از فول کنترل از قسمت کنترل پنل هم چک میکنین راز در گروپ می آید. نمایندگی از این میکنه که یعنی در گروپ از این آمدی فول کنترل هست که ما در گروپ میخوانیم، شاید بعد از این درس ما گروپ باشن. این بود موضوعات ایجاد کردن یوزر. اما یوزر ها بیشتر در بخش های کسایی که آیتی کار میکنن و ما بخیر در سرور ها میرسیم، سهولتش بازده وجه بیشتر است. و بعد از این تا که دلیتش نکنین اما همزمان میتونین دابل کلک بالایش یوزر ایجاد میشه، پس وقتی دلیتش کردین مجبور عمل ما دوباره از دوباره انجام بدین. میاییم بالای کنترل پانل یوزر اکاونت، بعد از این بالای یوزر گیست ایره ترون آن میکنیم و باز بالایش دوباره کلک میکنیم. ما چطور نام گیستا و ادمنستریتور را چنج کنیم. یکی ادمنستریتور از قسمت یوزر اکاونت نامش چنج نمیشه، یکی هم گیست بخاطر که یا بلتن هستن. اما یوزرهایی که خود ما ایجاد میکنیم نان بلتنه، ایری باز نامش هم میتونین تغییر بدین. کلک میکنین چنج ماینیم ادمنستریتور بلتن دیروز خواندیم. یوزرهای بلتنه شما نامش از این طریق البته نمیتونین نامش را چنج کنیم. بخاطر از اینکه ما نام یوزرهای بلتنه چنج کنیم، طریقه اول من در قسمت کنترل پانل پرفارمنس اند مینتیننس، بعد از اون ادمنستریتیو تولز لوکال سکیوریتی پالیسی، و بعد از این من در قسمت یوزر رایتس سیکیوریتی آپشن اینجا ما داریم به نام رینیم ادمنستریتور. تعویضی تن از بلتناس رایت کلیک پراپرتیز، از اینجا میتونین ادمنستریتور نامشه چنج کنین. نر نامه که بتینیو از اینجا تطبیق میشه. چرا از اینجا تطبیق میشه؟ به خاطر لیمیتد تعویض که در اینجا نمیتونم الان انجام بده این آپشن ها. حال فعلا ما در نان بلتن هستم، ما میایم نام گیست تغییر میدم. رینیم گیست اکاونت پراپرتیز، میگم نام گیست به نام جمیل بساز، اپلای، اوکی، کلوز. حالا وقتی که ما بیاییم در قسمت ستار کنترل پانل یوزر اکاونتس، اینجا بنام چند شد؟ بنام جمیل. اما منظوری است که اگر شما بخواهید بفهمین کی بلتن است یا نان بلتن، یا اگر ادمنستریتور هم کسی رینیم میکنه بنام هر انی نیم هر نامی که باشه، منظوری است که بر شما شناسایی شما ما گفته بودیم دیگه نامای مختلف نان بلتن است، چیزی است که شخص ایجاد میکنه. اما اینجا فعلا یک نام مختلف هستن. این را به خاطر که بفهمین که بلتن و یا نان بلتن است در قسمت منیج میایین و از قسمت دسکریپشن میتونین معلومات بگیرین. در یوزرز که آمدین اینجا میگه جمیل چی هستن؟ بلتن اکانت هست. اما ادمین ها نگفته بلتن، بخاطر که نان بلتن هست. اگر ادمنستریتور هم رینیم میکنین باز هم اینجا بلتن اکانتش موجود است و شما نمیتونین کوره از این طریق مستقیم هم دلیت کنین. و طریقه دیگه ای که ما پس بیم همین یوزر جمیل رینیم میکنیم در قسمت کنترل پانل پرفارمنس اند مینتیننس ادمنستریتیو تولز سکیوریتی آپشن، و در قسمت سیکیوریتی آپشن آمده پس میتونین از اینجا رایت کلیک تا
پراپرتیز. اما از اینجا میتونین با طریقه دومش به خاطر رینیم کردن در خود کامپیوتر منیجمنت رایت کلیک رینیم دوباره، اما از یوزر اکاونت نمیتونین. میگیم باشه به نام گیس، پس اوکی اتومات. از اینجا ما میتونیم اینو میجا رایت کلیک رینیم میکنیم. این شارکت است که از طریق سکیوریتی آپشن سپورت داره. و دوباره من در قسمت کنترل پانل یوزر اکاونت، پس نامش به گیست تبدیل شد. خب این بود موضوعات ایجاد کردن یوزر ها با تماما موضوعاتی که ما قبلا هم معلومات داشتیم. فرق بین لیمیتد ادمنستریتور یا در مجموع در درس های گذشته توضیحات داده شده بود. حالا من در بخش گروپ منیجمنت، خود گروپ منیجمنت موضوعاتش چی هستن؟ خود موضوعات گروپ وقتی که رقم یوزرهای بلتن واره ما ویندوز انستال میکنیم، این همراه با ویندوز یک جو چی میشن؟ انستال میشن. The built-in users are those that are built-in the windows when the operating system is installed on the computer. Land they are as under. گفتم وقتی که ویندوز انستال میشه تماما یوزرهای بلتن و همچنان گروپ ها در داخلش نصب شده و قرار میگیرن. ما وقتی میگیم گروپ، کدام گروپ ها فعلا فعال، یعنی گروپ انال میگیم منظورشی ادمنستریتور، پاور، بکاپ، رپلیکیتور، نتورک کنفیگریشن، گیست و یوزرز. این در مجموع گروپ هایی است که در ویندوز ها قرار دارن. در نخست میگیم در قسمت گروپ ادمنستریتور میگه all controls are with this group، یعنی full control هستن. ما شما خوانده بودیم اینال، پس یاد کجا فعلا قرار داره؟ بالای مای کامپیوتر منیج. و بعد از این در قسمت لوکال یوزرز، یوزرز خواندیم. حالا در قسمت گروپس، اینجا در مجموع گروپ هستن. وقتی که ما میگیم گروپ، ای خود از این فکر کنین یک گروپ هست که هر یوزری که در داخل از یاد میشن نمایندگی از گروپ میکنه. کدام اجازه که سیستم برای ادمنستریتور داده هر کسی که شما بخواین در اوجا قرار بدین اوتومات خود از اون چی میشه؟ فول کنترل. فعلا در قسمت یوزرز ما یک یوزر جور میکنم به نام اسد، فول نیمش اسد رحمانی، دسکریپشنش آی تی دپارتمنت است، پاسوردش برش میتیم 123. فعلا وقتی که ما کرییت کنیم اینجا یوزر اسد، اسد رحمانی و همچنان یا بخش آی تی دپارتمنت فعلا قرار داره. اما این فعلا لیمیتد است، ما ایرش تو اجازه بدیم که چی کارا باشه باید است. نه این قسمت گروپ یا طریق منیج. بعد از او در گروپ ادمنستریتور برش میگیم اد رایت کلیک اد تو گروپ، بالاش کلیک میکنین، بعدن برش میگین نه، بالاش دوباره کلیک میکنین، میگیم ادوانس فایند ناو. هر یوزر لیمیتد را خواسته باشی کلیک و بالاش اوکی اوکی. یوزر وقتی که دیگه قرار گرفت مثل ایخ بلتن هست، ادمین کی هست؟ ما هستیم، ما فعلا فول کنترل داریم. اما ما قدر است که نان بلتن هستیم. ایران برای ما کی اجازه داده؟ خود ادمنستریتور، خود ادمین از طریق ادمنستریتور ایجاد شده، از طریق بلتن اجازه ری برش داده. اینال پس هر یوزر را که از طریق یوزر اکاونت هم شما کامپیوتر ادمنستریتور را چکنین راز در این گروپ تطبیق میشه. و در زم اینال وقتی که می اپلای کنم ای از لیمیتد برآمد برش چی داده شد؟ فول کنترل. حالا میتونه امو خصوصیات را که خود ادمنستریتور بلتن داره ای امو کارها را میتونه انجام بده با مصالحه که ما براتون فرق بین لیمیتد و ادمنستریتور گفته بودم. و در ضمن گروپ با منظورشی هست مثل که ما قبلا براتون گفتم، مثلا طور مثال گفتیم می تیم که فعلا در می صنف هست یک گروپ هست که دی آی تی را می خوانن. هر کسی که شامل از می صنف شما میشن پس طبیعی است که از بنام چی یاد میشه؟ صنف دی آی تی. یا مثلا می در فوتبال دو گروپ که جور میشن، هر کسی که شامل گروپ مثلا افغانستان میشه اگر نام می داشته باشه، یک دو ده ده نفر دوازده نفر طور مثال وقتی که در شامل از امو جمع میشه به نام امو گروپ چی میشه؟ یاد میشه. چقدر صلاحیتی که او گروپ داره، امو چقدر فرده که در او گروپ هست، او عمل میتونه انجام بده. منظور ما از گروپ جمع هست، جمع چقدره که در امی گروپ ادمنستریتور افزود میشه، این به این معنی که نمایندگی از کارهای ادمنستریتور میکنه، از صلاحیتش.
پس به این اساس ما میتونیم از این استفاده کنیم. چقدر ایزارهایی که ما پیشتر پیسی 1 تا پیسی 10 یا تا پیسی 100 میخواین، هر یکیش خواستین اجازه بدین، از طریق حد میتونین در این گروپ مشخص حدش کنیم. که اکثرا در گروپ در این گروپ ها کیا کار میکنن؟ کسایی که آی تی هست، آی تی اسیستانت و آفیسر، یعنی آی تی منیجر، اونا را اصلا میخواه اجازه بدن. کیا فقط اما قدر است نان بلتن است، خود گروپ ادمنستریتور و ادمنستریتور بلتن است. پس دوباره بخواین سلایت شبی گیرین، از اینجا ریمووش میکنیم، اپلای پس، کمی ریموو شد، استاندارد چی میشه؟ لیمیتد. بعد از این میم پاور، پاور یوزر از دی سیکند گروپ افتر دی ادمنستریتور. خود پاور یوزر یعنی گروپ هست که بعد از سلایتش بعد از ادمنستریتور هست. مثلا چی نو سلایت پاور داره؟ ما اگر در گروپ ادمنستریتور باشیم، A to Z در سیستم میتونیم هر عمل را انجام بدیم که چند یک چند نمونهش براتون مثال داده بودم. حتی میتونید پارتیشن کنین، انسالیشن کنین، دلیشن کنین. خلاصه A to Z که میگیم از الف تا یا این صلاحیت را داره. حالا ما چی میخواییم؟ میگیم به یوزر، به بعض یوزر این صلاحیت را بده که از الف تا یا A to Z تغییرات وارد کرده نتونه، اما جزئی تغییرات بیارن. چه رقم؟ مثل که ما بعدا شیرینگ میخوانیم، استاندارد لیمیتد ها شیر کرده نمیتونن، مستقیم که لیمیتد باشن نمیتونن که لیمیتد در سرور ها دیتا تایم چنج کنن. چند مثال براتون میتونم، نمیتونن که در آل پروگرام بیاین بکاپ بگیرن و غیره رگه. یعنی این کارهایی است که عمومی لیمیتد نمیتونه، در مجموع در سیستم تغییرات وارد کرده نمیتونه. باز در ضمن اگر ما در گروپ ادمنستریتور حدش کنیم، در ضمن از اینکه کارا را کرده میتونه، ای تو زید هر چیز دیگه که بخواد او کار را که ادمنستریتور استاندارد میکنه. خلاصه در سیستم کدام امانات نیست، بیخی اجازه کامل داره. حالا ما میخواییم که اجازه عمومی نداشته باشه، فقط از لیمیتد کده بالا باشه، از ادمنستریتور کده پایان باشه. یعنی به او اندازه هم نباشه که لیمیتد هیچ کار را کده نمیتونه و به او حد صلاحیت هم نداشته باشه که ادمنستریتور را هر عمل انجام بده. یعنی ما چند مثال میتونم فکر کنین که امی بکاپ شیرینگ و سات نتونستن چیکار کنه. حالا میخوایم که اینی کارهای جزئی را در سیستم بتونه انجام بده، جزئی مثل شیرینگ کرده بتونه که به این شکل در داخل که ما شیرینگ باز میخوانیم شیر کرده بتونه، استاندارد هم میتونه لیمیتد بتونه، دیتا تایم چنج کنه. چرا چنج کنه؟ به خاطر یوزرهایی که در سرور قرار میتیم، بسیار مهم است دیتا تایم. و بتونه که صرف همین سیستم چی را بگیره، همین بکاپ بگیره. اما اگر در قسمت منیج میایه، البته این کار را در صورت میتونه که در پاور باشه، اما کارا اضافه تر اگر در دسک منیجمنت باز می آید، او یوزر اک در پاورت می شه، نمیتونه که این درایور از چی کنه پارتیشن کنه یا عملا انجام بده. یعنی فقط کارایی ده میتونه که بالای سیستم به اساس کانفلکشنش مشکل ایجاد نکنه. مثل که اگه ما درایور دلیت کنه خو یک مشکل ایجاد میشه در کل مکمل بالای کل یوزر ها. این عمل اجازه نداره که بالای عمومی چیزی که بالای کل یوزر تطبیق میشه او اجازه را نداره. چیزی که بالای سیستم خود بخواد تطبیق کنه او اجازه داره، مثل شیر، بکاپ، تایم و غیره، چیزایی را که ما بعداً میخونیم، چیزای جزئی را. اینا رو بخواید که این اجازه داشته باشه، میایین دیجا از پاور یوزر استفاده میکنین، میایم میگم پاور یوزر اد تو گروپ، میگم یوزر اد کو به نام اسد. اوکی اوکی. اینا سگن یوزر به نام اسد دیجا اومد، او صلاحیت نداره برابر ادمنستریتور و لیمیتد هم نیست. از لیمیتد که بالاست کارش، مثل شیر، بکاپ، تایم و بعض سیستم هایی که بالای سیستم خودش تطبیق میشه که ارتباط به کل نگیره، اونو کارا را میتونه انجام بده. مثل پارتیشن بود که اگر از خود پارتیشن کنه، یک درایو خود دلیت کنه، او سر ادمنستریتور هم تطبیق میشه، سر دای یوزر دیگه. چیزی که بالای دیگه یوزر ارتباط داره او را نمیتونه انجام بده. فقط اما قدر مشخصا پاور یوزرز از لیمیتد کده کارایش بالاتر هستن، اما از ادمنستریتور که ادمنستریتور خب از بالای کلی تغییرات وارد میکرد که هر عمل را که میخواست بالای 1, 2, 10, 1000 یوزر، اما بازی بالای عمومی نمیتونه تغییرات وارد کنه و از ادمنستریتور کده صلاحیتش پایان هست. در اینجا میتونین چقدر یوزر را شما عد کنین مطابق چیزی که در دفتر ضرورت میشه، مطابق هم ضرورت میشه در بین 100 نفر 10 نفر از چی استفاده کنه. همیشه ما اجازه از این را میدیم برش که میگیم چند کار مشخص مثل شیر، بکاپ، تایم و موضوعاتی که بالای سیستم خود تغییر میده این دستتون اجازه میدین در پاوردش میکنیم. بعد از این اینجا داریم بکاپ اپریتور، just can give the backup of files and folders. خب ما مشخصا بکاپ که فعلا در اکسسوریز داریم دیگه قسمت است، سینا و بکاپ ما بعدا میخوانیم.
فعلا این بکاپ استاندارد از غیر ادمنستریتور دیگه هیچ کس صلاحیت نداره. گیس لیمیتد اصلا وقتی بالاش بیه برش مسیج میده. نال ما میخواییم که تنها یوزر موقع میتیم بکاپ بگیره دیگه کار دوم انجام داده نتانه. در این صورت میاییم در این قسمت منج. البته در این گروپ ها کی باید اصحاد کنه؟ کسی که ادمنستریتور باشه دیگه لیمیتد اجازه را نداره در گروپ کسی را صلاحیت بده. میاییم در قسمت بکاپ اپریتور رایت کلیک اد تو گروپ. اینال سعی کنین اینجا خب بکاپ اپریتور است، اینجا ادمنستریتور بود. ادمنستریتور خب تابیس که هم شیار هم بکاپ هم کل کار انجام میداد. پاور یوزرز هم نه یک کار مشخص، چندین کار میتونست انجام بده اما در مجموع بالای سما نمیتونست تغییرات وارد کنه. حالا بکاپ چی میکنه؟ بکاپ اپریتور یک عمل میتونه انجام بده، تنها بکاپ. کور استاندارد همین لیمیتد که ایجاد میکنین بکاپ خودش گرفته نمیتونه، یعنی هیچ کار را در سیستم انجام داده نمیتونه. حال از اون کارهای عمومی که در سیستم انجام داده نمیتونه، من یک اجازه را برش میتونم، یک کار مشخص است کوچی است تنها بکاپ. میگیم اد کو ادوانس یوزر سا ار نام که است. اوکی اوکی یوزر به نام اسد اد شد، صرف مشخص شد چی کنه میتونه بکاپ اجازه داره، دیگه کار دوم اجازه نداره در سیستم انجام بده، مثل شیر یا مثل چیزای دیگه که ما چند مثال برتون در ویدیو دادیم. و در ضمن عمومی بالای سیستم دیگه اجازه تغییرات وارد کردن نداره، او را برش بخش آیتی اجازه داد که صرف بتونه بکاپ بگیره. کی که بکاپ خودش چی هست در درسای ما هست میخوانیم، سه نوع بکاپ داریم و باز با تشریحات میخوانیم که موضوعات خود بکاپ چی هست. بعد از این رپلیکیتور، This is the server that provides the ability of accessing the server from any of the computer. That is the remote access desktop. میگه خود موضوعات رپلیکیتور سرور است. کی اجازه بدیم که زیر دست سرور قرار بگیره، یعنی کلاینت شوه. کلاینت زیر دست بودن. در این صورت میاییم در قسمت رپلیکیتور رایت کلیک اد تو گروپ اد. هر یوزر را که منتها خواسته باشین اینجا اد میشن در مجموع. شما هم اون یوزر انتخاب میکنین بعد اوکی اینا را سعی کنین یوزر فعلا به قسمت اومد اینجا ما اجازه برش میدیم که چی قرار بگیره زیر دست سرور، یعنی سرور سرور بتونه اینو بشناسه و زیر دست خود کلاینت بسازه. اگر اون یوزرایی که ما اد نمیکنیم در صورت زیر دست سرور امکان نداره که کلاینت خود قرار بده، کلاینت زیر دست بودن معنا میده. ما البته کلاینت سرور چی هستن البته منظور ما اشاره تنها به گروپ هاست. یکی به سرور ها میرسیم، به سرور هم مفهومش هم میفهمیم که چی هست و کلاینت چه رقم انجام میشه. بعد از این کار دیگه کی هست؟ چطور ما بتانیم در یوزرهای بلتن یعنی ادمنستریتور را چطور لیمیتد بسازیم و گیس را چطور ادمنستریتور؟ در این صورت در ادمنستریتور اد تو گروپ ادوانس یوزر گیست اد میکنین اینجا. گیست خودش گفتیم لیمیتد را سپورت میکنه. اینال وقتی گیست را اینجا اد میکنیم خود گیست چی داده شده؟ یعنی فول کنترول برش شد، بلتن کار عمومی را انجام داد، یعنی فول کنترول رقم ادمنستریتور. و اگر بخواییم که خود ادمنستریتور بلتن کنترول از پیشش بگیریم، میند یوزر گیست اد تو گروپ ادوانس یوزر ادمنستریتور اد میکنین و غیره. هر یوزر را که بخواین کنترول پس از پیشش بگیرین در کدام گروپ ادش میکنین؟ در گروپ گیست. گیست گفتم منبع عمومی از مایکروسافت لیمیتد است که دیگه لیمیتد را سپورت میکنه. اوکی اوکی انال ای در گروپ گیست آمد، خود از این درست از بلتن است اما صلاحیتش گرفته شد، یا هم از طریق چی؟ از طریق نان بلتن یوزر اکاونت که ما فعلا صلاحیت داریم، ما کنترل هستیم در این صورت. و بعد از این اینجا داریم نتورک configuration. If this right is given to any of the users, it can access the all option of the server and it is same as administrator group. میگه خود network configuration چی است؟ کی صلاحیت داشته باشه در network تغییرات وارد کنه؟ مثل IP و دیگه چیزایی که ما میخوانیم در این موضوعات network که LAN card داره میباشن. اینال این اجازه را مواجه برش میتیم استاندارد لیمیتد ها نمیتونه در سیستم نتورک کنفیگریشن کنن موضوعات نتورک تغییر بدن. اگر ما بیاییم اینال تنها مشخص میشه ای خود کلش هم میتونه انجام بده ای تو زاید سیستم. اگر در قسمت نتورک کنفیگریشن اد میکنین یک یوزر تنها مشخص میشه که در دیگه کارا نتونه عمل انجام بده، صرف نتورک کنفیگریشن بتونه تطبیق کنه. یوزر اسد انتخاب میکنین اوکی.
این نال در گروپ نتورک کنفیگریشن هر یوزر که ات میشه صرف میتونه نتورک همین مثل چیزی که در لندکارت متغیرات وارد کردیم و چیز دیگری که بعدا میخونیم که ارتباط میگیره به موضوعات لندکارت که میکی ادرس و غیره است اونو موضوعات میتونه تغییر بدن. بعد از این خب گیست ها گفتیم همچنان گیست has the same right as user, user limited گفتیم ایره متشری داریم در این گروپ هر کس کچه و limited است مثل پیشتر ادمنستری تو رد کردیم users چی است؟ users که از جمعی از user هاست اگر ما بیاییم مثلا یک پالیسی را میخواییم اساین کنیم بالای عمومی user ایره ما قبلا در NTF صفت خوانده بودیم در پراپرتیز در سیکیوریتی میاییم میگیم طور مثال از درای ویدی کس استفاده کردن اتان فعلا ادمنستری تو رد سال برش میگم اد کو advanced users users کس شد؟ یک دو ده ساعت یک هزار یوزر هم که هست چون از این کل یوزر ها جمعش هم ایجاد است چقدر یوزر ها شما ایجاد میکنین در داخل از این هست یک گروپ هست که عموما به اساسی لیمیتد و ادمنستریتور در داخل از این قرار داره اوکی میکنین اوکی این حال اگر من ایره دینای کنم چون از این یوزر هست نیاز نیست که ما ایره ما خوانده بودیم دیگه یوزر هست یوزر هست والای تمام یوزر هایی که ادمنستریتور و لیمیتد باشن عمل تطبیق میکنه ما بازم این موضوعات در شیعر هم داریم میگیم امیر شیار کد چقدر یوزر بتونه استفاده کنه آیا کلش امیر شیار شوه یا یک یوزر یوزر یعنی جمع یوزر است مثل پیشتر من ده یوزر ساختم از پی سی 1 تا پی سی 10 میخوایم از روی ویدی استفاده نکنه دینای که اما یوزر سپی در غیر از اون مجبور است یک یک دونه ات کنی یک دو تا صد صد دفعه عمل انجام بدی یوزر که بگی یک دفعه عمل انجام میشه اما سر صد یوزر خب بعد از این اینجا داریم به نام هلپ سرویس گروپ کی بتانه از هلپ اند سپورت در سیستم به مشکل مواجه میشه استفاده کنه فعلا از این درباره سیستم ما شما خوانده بودیم اینی موضوعات هم که هلپ اند سپورت است ریموت استان درباره سیستم معلومات برتان میده چی از هاردویری چی از سافتویری مدل سیستم که از دریافت کردیم این میده کی بتانه استفاده کنه اگر بیاین در قسمت ات گروپ در گروپ ادش میکنیم فقط درباره سیستم از الف تا یا معلومات برتان میده با اساس هر نوع مشکل هر یوزر را که اد کنین او صلاحیت داره در غیر از او لیمیتد ها استاندارد صلاحیت نداره که در هلپ اند سپورت استفاده کنن و این گروپ ها بسیار مفهوم اساسی را در بخش نتورک داره که ما همیشه توسط از این گروپ ها میتونیم موضوعات ترجیح کنیم اگر بخواین گروپ بسازین در قسمت نیو گروپ آمده میگیم این در بخش آی تی دپارتمنت هستن گروپ نیم ما بعد این میگیم اد یا پیش از اد ایرام کریت میکنیم یکی هم در بخش Finance Department ایرام کریت میکنیم و Computer Operator Department این گروپ هاییست که خود ما ایجا ایجاد کردیم اینال ما اگر چقدر یوزر که ایجا میسازیم نیو یوزر اوتومات ترزیش کنید خالد یوزر بعدی خب اینجا یوزر ایجاد شد معنی سر بخش میخواین ترزیه کنین در گروه بیا میگیم در فایننس اد تو گروپ اینجا تحضیح میشه به خاطر پالیسی ما میخواییم کسایی که فایننس هست فعلا اینجا یک یوزر نجیب دو یوزر و غیره ایراد میکنین آی تی دپارتمنت همچنان یعنی این کس آی تی از دیگه گروپ آمد به خاطر پالیسی خالد چقدر خواسته باشی نتیجه عد میکنین اینال دیگه گروپ فکر کن که 20 یوزر هستن ما بعدا پالیسی را میخوانیم ضرور نیست ما پالیسی اساین کنیم بالای یک یک یوزر که بگوییم مثلا آی تی دپارتمنت 20 نفر هستن هر کدامش این کارها را انجام دادن نتونی پالیسی شد یک یک یوزر دلیل نیستن مات کنیم ما باز بالای این گروپ که پالیسی اساین میکنیم دو یوزر خدا کنه ده یوزر صد یوزر دو صد یوزر باشه اون پالیسی
کلمات بالای این گروپ که تطبیق شد بالای 200 یوزر همزمان ثبت میشه. میگم طور مثال از آل پروگرام یوزرهای کسایی که در بخش آیتی از کار کرده نتون. مثال یک پلیسیست این حال اگر ما اوش بیم در آیتی دپارتمنت 100 نفر هستن، باز ما او 100 نفر در گروپ ترزیه کردیم، بعد اندگی پلیسی هست که بعد اند میخوانیم، باز ما امو عمل بالای چی تطبیق میکنیم؟ گروپ. در گروپ که تطبیق شد خدا کنه یک یوزر باشه، خدا کنه 1000 یوزر، همزمان و عمل بالای 1000 یوزر چی میشه؟ تطبیق میشه. یکی دیگه اصولت گروپ ای هست که بسیار مهم است در بخش های آیتی فعلا از این بیشتر استفاده میشه. یک چه رقم ما پالیسی اصلا میکنیم در درس ها باز میایه که ما بسیار پالیسی های مختلف داریم و دوباره پس بخوای نباشه یکی از گروپ ها دلیتش میکنیم. و این بود موضوعات گروپ. فقط همه قمعین شد، بعدا باز ما پالیسی ها را خواندیم، دوگام مفهوم میگیره گروپ و درس ما میجه به پایان میرسه.